نیست. نخست با آگاهیتون برسونم که بر اساس نظریه همه پزشکان جراح مغز و خصوصا یک استاد بزرگ جراحی مغز که ایشون سالها رئیس یکی از بیمارستان‌های پاریس بودن و بزرگترین جراح مغز هست، پروفسور دادستان، این خونریزی از داخل کرده، به بیرون سرایت نکرده و کشتن دختر. دوم این که از وقتی که ایشون میشین رو صندلی و این فیلمی که دستکاری کردن، قیچمیچی کردن، چند سنه شما منتشر میکنن، تا وقتی که میره پیش اون زنه که اون زنه ایشون رو کتک میزنه، همونجور با عصبانیت لباسش میکشه و میره بین آفتاب و شبانگاه، یعنی تایم هم گذشته زیاد، اینقدر به سر این دختر رعنا زدن، چون این تسلیم نمیشده، گرده، دختر سنندجیه، سقز، گرده، کرده، کرد، ایرانی پاک، تسلیم نمیشده که اونا بی فاکفاش میدادن، این جوابشونو میداده و مثل شیر زن استاده بوده در برابرشون و اینها زدن و تو مغزش با مشت و خونزی مغزی کرد. این خون از اون خونهایی نیست که بشه ازش گذشت. مادرش پیام خیلی خوب و زیبایی داد. ما پیش از این اینو منتشر کردیم ولی در برنامه امروز هم بایستی بشنوید شما صدای مادر این دختر نازنین آریایی و کرد دلیر رو. سخن قشنگی میگه، خیلی قشنگ میگه، دختر من از فاطمه زهرای شما پاکتر بود، پاکتر بود. بشنوید. که پیاده شدن به قرآن قسم یه مانتو تنش بوده، اندازه 4 مانتو گشاد بوده، این قدم بلند بوده، زمین رو جارو میکرده، این مانتو مال من بود، به قرآن پوشیده بود، روسری 3 متری بزرگ بدون آرایش. به محض اینکه از مترو پیاده شده بودن میگیرنشون. پسرم میگه تو رو قرآن این کارو نکنید، خواهرم رو نبرید، ما غریبه ایم اینجا، غریبیم اینجا، چرا مگه چی کار کرده؟ چرا پسرم رو میزنم؟ با زور بردنش اونجا دیگه من نمیدونم چی کارش کردن واقعا. آخه باید توضیح بدن به چه جرمی، به چه حقی یه مظلوم اینجوری میکنن، چرا این کارا رو سر مردم در میارن؟ سر من سالم و سرحال بوده، اومده اینجا بردنش اونجا، دختر من سالم بوده، اینا ریش کردم، نبایدم اعتراضی بکنیم، هیچی بگیم، من مامانشم، دارم دقمرد میشم، دختر عزیزم رو تحت بیمارستان افتاده، به قرآن قسم دخترم از حضرت فاطمه زهرا پاتره، دخترم از حضرت فاطمه زهرا پاتره، دخترم از حضرت فاطمه زهرا پاتره، خدا ازشون نگذره. نمیدونم چی کار کنم، دیوانه شدیم همه. اونجا جینا حقش این نبود. میگن اطلاع رسانی نکنید، رعایت کنید، هیچی نگید، دور برمونم پر معموره، نمیتونیم تکون بخوریم، جون بخوریم، ما هیچ کاری هم نکردیم. جینا کچی کردستانا، جینا دو تا آذربایجانا، جینا کچی خوزستانا، جینا کچ بلوچستانا، جینا خوشی همومانا، جینا خوشی همومانا، جسم تو خسته، روح تو خسته، جان منی تو، درد تو درمان، هجر تو پایان، آن منی تو، درد تو درمان، هجر تو پایان، آن منی تو. جینا گلی خراسان، جینا چیای نورستانا، جینا قلبی نشتمانا، جینا عشقی بو جهانا، جینا عشقی بو جهانا، جینا خوشکی همومانا، جینا خوشکی همومانا، تو خسته، روح تو خسته، جان منی تو، درد تو درمان، هجر تو پایان، آن منی تو، لا 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 لا
نخوشگی همو من جسم تو خسته روح تو خسته جان منی تو درد تو درمان هجر تو پایان آن منی تو بسیار مهم دیگه این که الان دیگه اسلام پریده رفته، مردم روشنن. همون کسی که به عادت زبانیشه که بگه به قرآن و علی به محمد عادته، تو چه عادت بکنی؟ خیلی ما چقدر زور زدیم 40 سال درود رو جایگزین سلام کنیم، دوباره این سلام رو جمهوری اسلامی موفق شده جای درود بگذاره که مردم بگن سلام علیکم، سلام سلام سلام، نسل نو جایین سلام. خب بعضی واژه تو دهن آدم ها هست، نمیشه زود بردش، به قرآن قسم میخوره ولی میگه به اسلامتون من باور ندارم. ای ماکن نه هر بیش وقتی او اسلامی و او قبول نبود ازاعت نویش وقتی لسرین لسد دو کامونی قدر نه آنیا چون نویشی چی خوی لسرین یه خوی جهت جوش اصلا نویشی چی خوی لسرین او اسلامی و قبولی نبود، قبولی نبود چی نشه قبولی نبود او خلقت مشاکل او اسلامی و قبولی نبود اسلامی قدر لاود باشه خطای من نیست. من چی کار میکنم؟ من میلیون دان ولت خواستم سرمانی اکی. اسلامی او کوچک کرده. اسلامی او کوچکی. از دهاتی بستری نیوزه. باخو. کنار. ملکواتی داره. و بعد میاد تو نره. بچه ها اینو باید به همه بگیم. این مال سیاوش اوستا نیست، مال اون و این و آن نیست، مال توی سلام. السلام علیکم یعنی دستای من بالا، شلوارم پایین، در برابر توی تازی. همینطورم بوده، الانم هست. یعنی همه چیز ما رو به فحشا و فاحشگی و لواط و لواطگری بکشانن و خودشون آقای کنن. این فاحشگری دختران ایرانی از روز نخست انقلاب بود، به خاطر بیپولی بچه های ما وادار به چنین کارهایی کردن. به خاطر بیپولی وقتی کسی پول نداره میخواد زندگی کنه. من معتقدم برید زندگی اونها رو بگیرید و زندگی کنید خودتون و نسلهای بعدتون، نذارید اونها زندگی کنن. حالا وقتی که افرادی آنحد دانش ندارن تن فروشی میکنن به خاطر پول، مقصر تن فروشه نیست، مقصر این نظام تازی حاکم بر ایرانه که چهار بیچ کاری نمیکن. این که دیگه فاحشه خونی کردن که بگذارید که 20 خورده سال یکی از رهبران حزب اللهشون که میزد بچه ها رو برای چه و چه، رهبران حزب اللهشون رفت فیلم برداری که فیلم ساخت فقر و فحشا، که به خاطر فقر مردم مجبور میشن فحشا کنن، رژیم مقصره زیر عکس خمینی و خامنه ای فحشا. ولی شما فکر اینا دل میسوزونن؟ اینها آرزوشون، ما کنیزن دختران ما، بچه های ما غلامن، یعنی لوات باید بدن بچه های ما. برای همینه که سعید توسی موسی و فیربون کاری نمی کنن. این فقه سادات تازیست، فقه تازیان حاکم بر ایرانه که دختر تو باید کنیزی کنه فاحشگی و بچهات غلامی و سیدهای تازی زندگی کنن. بعدم یادتون نره وقتی میگم سید تازی، اونایی که بریدن و میبرن روز روزم زیاد هستن، من دستانشون رو میبوسم. اون حرومزادهایی میگم که در قدرت موندن و دارن سوء استفاده میکنن از این سید بازی ها. وگرنه الان هفته پیش شما دیدید یارو وزیرش هم اومده و لگد میزنه، چه لگدی. بعدم سیدهای زیادی تو تاریخ اومدن خودشون نابود کردن اینها رو از نظر فکری عقیدتی، از جمله سید احمد کسروی. کسروی سیده که میاد لقد میزنه، ملک و شعرهای بهار سید خودش. از همه مهمتر نمیدونید، بهتون بگم، درود دارم به روان دوست مهربانم استاد فرهیخته خورشید آسمان آریایی،
دکتر کوروش آریامنش، دکتر کوروش آریامنش، رضا مظلومان. رضا مظلومان بود که خرسند ستم دیده، از خرسند ستم دیده خوشش نیامد، گذاشت کوروش آریامنش. سید بود، سید رضا بهش میگفتن بچگی. ولی کاری که دکتر کوروش آریامنش کرد، شما برید ببینید، استاد ماست، روانش شاد، با سه گلوله اینجا کشتنش. ما مخالف سیدا نیستیم، سیدایی که میکنن چاکرشونیم، مخلصشونیم، اما سیدایی که ما رو به مسرخ میبرن. آقای سید دیگه حبیب سیاره تیمسار صحبت کرد، صحبتاش پخش نکردن، از ارتش گفت، از نامردی سپاه گفت، چه گفت چه گفت چه گفت، از رشادت ها گفت، صداشو پخش نکردن. ما پخش کردیم اون موقع، الان ازش خبری نیست، معلوم نیست چه کردن بایش. این شعری که اول براتون خواندم، این از یعقوب لیس صفاری، نه سیستانیست. ببینید اومدن مثل همین سلامو که ما درود رو جاش گذاشتیم، ولی الان دوباره اومدن سلامو مد کردن. خیلی چیزای دیگه، هی تا زمان میگذره تو عقب میفتی، یه کمی چیزت کم میشه، چی میشه میشه، میان روی ما سوار میشن. این یعقوب لیس سیستانیست، برای که سیستان مطلعه چه گفتن صفاری، بعد میگن طرف رویگر بوده. رویگری و آهنگری کار نظامیش بوده، ابزار جنگی میساخته، اسلحه برای بچه‌هاش میساخته، شمشیر ساز بودن، همه آهنگر بودن. و بعد دلیریست آریای ایرانی که وقتی پی میبره که این نظام چقدر پلیده، تازیانی که موقع حاکمن، میره خودش نزدیک میکنه. اول یک تیم میسازه، اول یک گروه میسازه، یک لشکر اول میسازه، لشکر اسمش هست ای یاران بهش میگفتن ایاران. عربا چون نمیتونه میگم، گفتن ایار یعنی ایار. بعد اینها میرفتن به کاروانهای تازیان حمله میکردن، پول و پتلی که داشتن اینا میگرفتن، بین تهیدستان تقسیم میکردن، کاری که در طول تاریخ کردن. همه جنبش های انقلابی تأمین بودجه شون رو از خود دشمن میکنن، میرفت میزد پولای اینها رو با سپاهش که داشت و پخش میکرد بین تهیدستان، و به هر روزم به سپاه خودش میافت.